تنظیمات برنامه گلکسی کالر پرو یا تفکیک رنگ با همدیگه ارتباط دارن شما مطالبی رو خواهید شنید که از یک تنظیم یک کلید استفاده های متفاوت میشه خیلی هاشون میتونه موافق همدیگه باشه خیلی هاشون میتونه مخالف هم باشه نرم افزاره و میشه طبق پایه های علمیش ازش استفاده کرد برای کارهای گوناگون آب برگاز تلفن مخابرات پتروشیمی نفت و هر اموراتی که بشه باش فلزات و طلا و نقره در آن گرفت این دیگه به اپراتور بستگی داره چقدر حرفه شده باشه که بتونه از این نرم افزار با تکنیک ها و روش های خاص علمیش استفاده بکنه پس تفاوت هایی در توضیحات میتونه وجود داشته باشه که برای شما ایجاد تناقض کنه اینا تناقض اینا بستگی به اون روش و کارش داره و در جای دیگه شما از این تنظیمات میتونید استفاده های متفاوت بکنید حتی با یه بار دو بار سه بار زدن بر روی یک کلید تنظیم اتفاقات خاص متفاوتی بیفته که خب بستگی به نوع کار اپراتور داره ولی عمومیاش در توضیحات مربوط به روش های کار یا فیلتر و آنالیز هایی که جی 1 g دو جی 3 جی 4 تیک تیپ سی ام پی اینا اینا داده شده ولی اینجا باز ارتباطات رو میگیم تا حدودی که میشه که به کاربریش راحت تر باشه ما طبقات ویدیایی داریم اعداد ویدیایی این اعداد ویدیای با جی ها و اچ ها ارتباط دارن و اف ال ها اینا با هم ارتباط دارن اف ال یک با جی یک و اچ یک اف ال دو با جی دو و اچ دو اف ال سه با جی سه و اچ سه اف ال چهار با جی چهار یا اچ چهار باید بدونید که ما تصاویر همشکل، هم نوع، هم ترکیب، نزدیک به هم، سیگنال ضعیف، سیگنال به خطا، همه اینا رو داریم. حتی تصاویری داریم که در دو منطقه متفاوت هم شکل و هم نوع هم کار میشن. تصاویری که میتونه تکرار باشه، تکراری باشه. تصاویری که حتی ده دفعه از یک جا تصویر بگیری تصاویر متفاوت بده این ایرادی نداره این قانون رادار هاست که باستا به برگشت میدان ها رو داره و میدان های ضعیف رو نابود میکنه و هر دفعه ترکیب و تبدیل میدانی که عوض شده رو میتونه دوباره بیاره آشکار کنه تا میدان هدف اصلی که شما در عدد ویدیو و ترشورد سطح تنظیمات دیگه تعیین کردید بتونید با فیلتر آنالیز بر روی خود نرم افزار مشخصش بکنید پس جیا و اچ ها با اف ال ها و طبقات اف ال ارتباط دارند g 1 و اچ 1 با اف ال 1 g 2 h 2 با اف ال 2 جی 3 و 3 با اف ال 3 جی 4 h 4 با اف ال 4 اینا طبقات فلزات و مواد معدنی و منابع هستند ما دو نو تیک داریم تیک ویدیا یا ادیت داریم کلیک تیپو داریم که خودش هم روش نوشته تیپ وی دی آی. تیک وی دی آی و تیک مربوط به تیپ تیک وی دی آی یا همون تیک وی دی آی مربوط به خود جریان رنگ ها و تفاوت رنگ ها و حذف رنگ هاست تیک تیپ مربوط به طبقاتیه که از فلزات تعیین می کنیم هر دوتاش مربوط به اهداف هستند ولی این در رنگ ها عملیات بیشتری انجام میده تیک وی دی آی. و تیک تیپ میاد خودش کار اصلی جداسازی رو انجام میده که البته کاربورت های بسیار زیادی هر دوی اینها دارن به غیر از این که اون حالا دیگه در قسمت های خودش گفته میشه و نیازی هم به اون مفهوم نیست نیاز اصلی همین دوتاست که این شرایط رو ایجاد میکنه پس جیا اچا اف ها و طبقات رو گفتیم اینا طبقاتی هستن که شما میتونید ازشون بهره ببرید حالا به طور مثال میگه در روش جی یک شما بیاین اتورانه رو بزنید چرا میگه اتورانه رو بزنید شما یه حالت اتوماتیک دارید یه حالت دستی در ران دارید چه جفتشون هم یکیه این حالت اتوماتیکه خب اینه میتونه از حالت اتوماتیک یا اوتو وردارید آره یک رو میگه بزنید وقتی آره یک رو میزنید شما میاید بالانس ترک رو میبرید در حالت عمومی در یک وضعیت خیلی خوب در یک وضعیت مطلوب تر در چیزی که در نرم افزار در بهترین شرایطه پس بعد اوتوران آره یکو میزنیم میگه برای صحنه اصلی کار از جی یک استفاده کنید خب جی یک رو انتخاب میکنیم ببینید وقتی جی یک رو انتخاب کردیم تصویر عوض شد فقط تیک تیپ های مربوط به جی یک باقی موند اینجا در صحنه اصلی کار یه عاملش اینه که شما منابع، مواد مدنی، تشکیلات، بازتاب ها، برگش ها، میدان ها اصلا شرایطی متفاوت باشه اگر از طبقه جی یک باشه الان انتخاب شده که ببینیم هدف در اون محدوده شبیه این طبقه است یا متفاوت از این طبقه است باسه این روش های گوناگون برای صحنه اصلی کار باید پاسخ بده خب بعدش مثلا میگه ویدیوهای 55 بوده ویدیوهای 55 شما تیک تیپ 55 انتخاب میکنید چون قبل از گیری 55 بوده پی 100 میزنید چرا پی 100 میزنید بالاترین توانایی رو برای پونت یا گرفتن بهترین میدان مورد نظرتون قابلیت استفاده داره که پیا استفاده های دیگه ای هم داره ولی یکیش اینه که عمدتا کار پوینت یا اساتی یا اساتی اسپید میکنه یعنی میاد سلف مورد نظر یا اون جریان های اضافه مورد نظر را هضم میکنه یا میشه گفت زون میکنه رو هدف مورد نظر که در بهترین کیفیت بگیرتش هم با ویدیوهای ارتباط داره هم با ترشولد ارتباط داره و بیشتر با ویدیوهای ارتباط داره ولی یک تنظیم بینابینیه که میاد ارتباط بین ترشولد و ویدیوهای و تنظیمات سطح و یا تنظیماتی مربوط به مدلایشن یا امثال اینا رو هماهنگ میکنه CL و CM می چرا CL و CM شما وقتی CL و CM می توانایی ترکیب نوع هدف اگر در بازتاب قوی تر یا ضعیف تر باشه تفاوتاشو متوجه میشید اگه ضعیف باشه قویش میکنه اگه قوی باشه منظم ترش میکنه CL CM کردیم ببینید تمام باز ها رو تغییر داد حالا میگه هاتراک رو انتخاب میکنید چرا هاتراک رو انتخاب میکنید هاتراک شرایط مربوط به میدان های حتی اگه بگیرید رو به هاتراک رو انتخاب میکنیم دوباره میام پی 100 رو میزنیم خب این پی 100 دوباره میزنیم که برش گردونیم به حالتی که مد نظر برای زون کردن برای نوع اعداد در دیوی ها دیوی ها کلا با ترشولد ارتباط داره با ویدیو هم ارتباط داره ولی پایش ترشولده اینا همه ارتباطات برای تنظیمات همشون در هر دو حالت قابلیت استفاده دارن و در حالت های گوناگون خب میگه ترشولد 45 دیوی 80 یا 95 برابر ترشولد 45 باید پاسخ بده اون ویدیوی مورد نظرتون رو در صحنه اصلی کار دو قلو این خط عمقه خط عمقه که شما میگیرید میتونید عمق یا ادیت یا ویدیوهایی رو بگیرید که در اصل خط ادیت هم میگن این تا اینجا دلیل انتخاب طبقات بود حالا در جایی میگه جی 2 رو انتخاب کنید خب شما جی 2 رو انتخاب میکنید این توضیح جیا بود که جیا چه ارتباطی به اعداد ویدیوی و انتخاب شما برای صحنه اصلی کار یا زمان تمرین ده؟ رادار رو به هوا هم که بگیری چون فرکانس ها وجود داره باستا برگشت میدان ها هم میگیره رو به زمین بگیری میدان هایی که رو به زمین میگیره رادار مثل چشم انسان دیگه هوا رو نگاه کنی آسمون یا هوا رو میبینه زمین رو کنی زمین میبینه فقط فرقش اینه که فرکانس داره و نفوذ میکنه به عمق زمین این مطالبیه که بسیار راحته اصلا توضیحاتش داده شده حالا بله خب چون میخواید بدونید جی یک جی دو جی سه جی چهار چه ارتباط داری و دلایل استفادهش چیه اینه حالا چرا در صحنه اصلی کار از همه جی ها استفاده میکنیم یا اچ ها و روش های گوناگون دلیلش اینه که در صحنه اصلی کار ما باید ببینیم آیا منابع و موادی هستن که ترکیبی از هدف نمونه یا هدف اصلیمون یا هدف مورد نظرمون دارن خود در زمان تمرین مثلا برای ویدیو 55 امکان داره ویدیو 45 تا 65 بیاد تکلکه بیاد زمان تمرین تک لکه بره گوشه نامرتب بیاد تو هاشیه ها بیاد این خود زمان تمرین سیگنال ضعیفه صحنه اصلی کار سیگنال قویه باید دو لکه حتما بگیرید اگه تک لکه گرفتید اختیاری میتونید به چنین جایی دست بزنید اینا مطالبی در رابطه با جیا و ارتباطشون با افعل ها و ویدیویا بود که شما میتونید از اینا بهره ببرید که طبقات مختلف و در صحنه اصلی کار باید استفاده کنید در روش های گوناگون تا بهترین کیفیت رو به دست بیارید.